خوش آن نسیم که می آید از کنار بقیع، خوش آن نسیم که می آید از کنار بقیع، خوشا هوای روان بخش و مشک بار بقیع. اگر که طور تجلی ز صدق می طلبی، بیا به گلشن روحانی دیار بقیع. دریغ و درد که از ظلم دشمنان خدا خراب شد همه آثار بیشمار بقیع. تلاش باید و مردانگی و همت و عزم که برطرف کند این وضع ناگوار بقیع. سلام بی حد و بسیار بر پیمبر و آل، درود وافر بی انتها نثار بقیع. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود تقدیم به شما بینندگان عزیز و محترم. انشالله عزیزان در هر کجا که هستید همیشه صحتمند و سلامت باشید. امروز سال روز تخریب حرم جنت البقیع است. با دست حکومت وقت در حدود 100 سال پیش عزیزان و بزرگواران، امروز حقیقتا تسلیت داره به خاطر که یک عده‌ای که فکر میکنند که بعد از چند قرن، بعد از 14 قرن، آنها هستند که تفسیر درستری از اسلام دارن نسبت به پیشینیان خود. آنها هستند که چیزی را میفهمند که در 1300 سال قبل، 1400 سال قبل کل بزرگان شیعه و سنی او را نمی فهمیدند، کل مردم مسلمان نفهمیدند، و اونها هستند که تفسیر درستی از حقیقت اسلام دارند و چنین حرکاتی می کنند. اگر که قبور مطهر ائمه ما و دیگر مسلمانان صدر اسلام در بقیع و در واقع آثار باستانی بقیع را خراب می کنند، چیزی نیست. ما بسیار بسیار متاسفانه حرکات عجیبتر در حق انسان مسلمان حاضر از سوی افراد دیده ایم که انشالله چه بگویم، خداوند اینان را براه راست هدایت بکنه. امروز شنبه است و ما در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم با یک قسمت دیگه از برنامه خودتون، برنامه روشنا، و همچون شنبه دیگه از حضور کارشناس محترم خانم حسین استفاده میکنیم. اجازه بدین یک سلامی هم با ایشون داشته باشیم. سلام علیکم خانم حسین. سلام علیکم خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز. بشکند دستی که ویران کرد این گلخانه را، بله. در عذاب نشاند او شمع و گل و پروانه را. بشکند دستی که حد که حرمت این خانه کرد، سال روز تخریب ائمه بقیع علیه السلام، خدمت همه ممیگم کل مردم، بله. و خصوصا دوستداران اهل بیت، انشاءالله که روزی منتقم خون تمام شهدا ظهور بکنه و صلح و آرامش و احترام را به جهان هدیه بکنه انشاءالله. بسیار خانم حسینی، مسئله بقیع و مسئله تخریب بقیع در واقع میشه گفت یک دهنکجی، یک برخورد نسبت به باور اکثریت مردم مسلمان، اعم از شیعه و سنی است که ما مردم مشهور شیعه و سنی زیارت قبور بزرگان را نه تنها که ما حرام نمیدانیم، که حتی مستحب هم میدانیم. وقتی که با سر قبر میریم یاد از مرگ میکنیم، یاد از ای که ما بالاخره انسان ها فانی هستیم. چه بسیار انسان های بزرگ و بزرگ منشی در دنیا بودند که از دنیا رفتند. و حقیقتا ما فکر میکنیم بهانه هایی که وهابیت و گروه های منتسب به او میارند، به ای که مثلا اینها قبر پرستند و اینها مرده پرستند، اینها همه بهانه است. که این که ما خودمان با عنوان یک فرد شیعه میفهمیم اینها دروغ است. بله. و اگر کسی به دنبال حقیقت باشه، باید که جستجوگر حقیقت باشه، باید پرسان کنه ببینه که حق چیست، ناحق چیست، و با این حرکات سخیف سعی کنه خود درست جلوه بده، سعی کنه خود اگه انسان مثلا مؤمن جلوه بده. مسلمان بودن به حرکات سخیف و به توهین به قبور بزرگان نمیشه. ولی واقعی است که باید برگردیم ببینیم بزرگان دین ما در طی 1400 سال که گذشت ما ائمه داشتیم. ما بالاخره اگر اهل سنت هستند، ائمه اهل سنت بوده که بزرگان دینشان بوده، بزرگان مذهبشان بوده، ببینن که اینها چی گفتن و نظرات مختلف را بسنجه ببینه کدام درست است و کدام نادرست. بله، بسیار تشکر خانم حسینی عزیز.
ما روزهای شنبه در چه مورد صحبت میکنیم؟ یک توضیح مختصر برای بینندگان عزیز و محترم که نو به جمع ما پیوستند بفرمایید و بعد به سراغ موضوع امروز بریم. تشکر از شما. بله، در مورد این موضوع هم که امروز سال روزش می باشه کوچولو بگیم. بله، خدمت شما هستیم. گفتیم که گذشته از این که ما یک نگاه مذهب گونه داشته باشیم به نوع رفتار انسان ها، میخوام یک نگاه روانشناسی و جهان بینی کلی داشته باشیم. بله، ببینین، حرمت نگه داشتن و احترام گذاشتن به خود و دیگران یک ویژگی بارز شخصیتی است، یک چیزی است که دین مقدس اسلام بر اون تاکید کرده و پیامبر مقدس که نمونه یک انسان کامل از لحاظ رفتاری و شخصیتی است، در طول تاریخ بارز است که ایشان با غیر از مسلمانان نگاه محترمانه و کرامت انسانی همه انسانها را حفظ میکردن و همچون احترام گذاشتن به اهل قبور همه انسانها که یک از این جهان رخت بربستن و اون نگاه و بینشی که ما فکر بکنیم که این انسان از این جهان رفته و دستاوردش چی بوده. خب یالی هم ما میگیم که احترام گذاشتن به قبور ائمه که جز ارجعیت و یک هنجار و ارزش برای همه ما حساب میشه، چطور بی احترامی میشه به شک نگاه نکرد؟ و این اعتراض ما اعلام میکنیم که حرمت و احترام همه انسان ها بر همه انسان ها واجب است و کسانی که فاقد این رفتار است، من میگم از لحاظ بهداشت روان مشکل داره. ما اگر تعریف از بهداشت روان داشته باشیم، بهداشت روان کسانی دارن که سازگاری با محیط داره، سازگاری با اطرافیانش داره و ارتباط مؤثر بین انسان ها برقرار میکنه، احترام به خود میگذارن و احترام به دیگران. ما وقتی یک عملی را انجام میدیم، حرمت خود نگه می‌داریم، طوری رفتار می‌کنیم در جامعه که نگاه جامعه نسبت به ما مثبت و خوشبینانه باشه. اگر ما غیر از یک رفتار و یک هنجار شکنی در جامعه بکنم، خب نگاه جامعه و مردم هم به ما بسیار بدبین میشه و ما میگم که این انسان ها فاقد بهداشت روان و انسان بودن است. متاسفانه خانم حسینی، یک رقم است که خب یک چیز کار است که یک نفر انسان یا دو نفر انجام میده، یک چیزی است که رسم و رواج میشه برای که یک جمعیت زیاد یک ملت را درگیر و گرفتار خودش میسازه، یک مسئله که با قول شما مخالف بهداشت روان است، یک هنجار اجتماعی میشه. باز این هنجار اجتماعی خب نتیجهش چی میشه که میگه زدی ضربتی ضربتی نوش کن. تو در وقتی که دیگه افراد در برابر خود قرار میدی، احترام نمیگذاری، توقع احترام هم نباید داشته باشی. خدای نکرده اگر که طرف مقابل به تو برخوردی که تو نباید ناراحت شوی. باز از شانس بسیاری مردم که طرف مقابلشون شیعیان هستند، شیعیان پیروان اهل بیت هستند و هر حرکتی از شیعیان سر نمیزنه، هر حرکت سخیف را دون شأن خود میدانه که اگر طرف مقابل رفتار ناپسند داشته باشه، این فرد شیعه هم حرکت را انجام بده. ولی خب این منش و این روش که به دیگه افراد، به دیگه فرهنگ ها، به دیگه عقاید احترام نگذاری، واقعا یک منش نادرست است. انشاءالله که اصلاح شود و من میگم خود تاریخ جبران خواهد کرد. همی که بعد از 100 سال یاد و سال روز این بزرگواران احترام گذاشته میشه و رفتار اینها نکوهش میشه، ای خودش میتونه یک درس بزرگ باشه که هر روز چهره مخالفان منفورتر و زشتر میشه در جامعه. بله، درست است. خانم حسینی عزیز، در حد 2 دقیقه تا میان برنامه، یک مختصر از برنامه گذاشته بفرمایید که باز بعد از میان برنامه در خدمت شما باشیم. موضوع اصلی بحث ما کودکان استثنایی بود، تعریف کودکان استثنایی که کودکانی که غیر عادی هستند، کودکانی که رشدشان تأخیر داره، کودکانی که از لحاظ رفتاری، از لحاظ ویژگی های شخصیتی، از لحاظ فراگیری و یادگیری دچار یک سری مشکلات و ناهنجاری هایی است که ما باید
آگاه باشیم تا برای که ای کودکان عزیز زندگی بهتر و کیفیت و بهبود او زندگی را در این دنیا درک بکنه، ما نیاز داشتیم که آموزش ها را ببینیم و با یک درست رفتاری با ای اطفال دوست داشتنی داشته باشیم که انواع سندروم ها رو گفتیم. بله. آخرین سندرومی که ما در جلسات قبل گفتیم سندروم داون بود که ویژگی های کودکان چه رقم بود، آموزش ای کودکان چه رقم بود، رده اینها چقدر بود و طول عمرشان، که در این جلسه هم انشاءالله یک از سندروم های دیگه ذکر میشه. بله، بسیار تشکر از شما. اما بینندگان عزیز و محترم، برنامه گذشته در سایت تلویزیون جهانی هادی موجود است، میتونید که مراجعه بکنید، انشاءالله استفاده هم بکنید. همچنان برنامه در سایت های آپارات و یوتیوب هم بارگذاری میشه و شما میتونید که استفاده بکنید. نظرات خودتون را حتما برای ما روان بکنید، بسیار بسیار خوشحال میشیم که نظرات شما عزیزان را دریافت میکنیم. شماره تماس مثبت 964-780-255-13 همین الان هم در خدمت شماست و در اختیار شماست. شما میتونید که از طریق واتساپ و تلگرام با ما در ارتباط شوید و سوالات خودتان را از کارشناس محترم پرسان بکنید. یک میان برنامه را میبینیم و بسیار زود هم برمیگردیم. در جهان همشأن و همتایی کجا دارد بقی؟ چون که یک جا چهار محبوب خدا دارد بقی. نور چشمان رسول و پور دلبند بتول، صادق و سجاد و باقر مجتبی دارد بقی. خلق شد عالم ز یمن خلقت آل ابا، یک تن از پنج تن آل ابا دارد بقی. همدم دلدادگان و محرم محراب راز، هست زین العابدین بنگر چه ها دارد بقی. حاصل آیات قرآن باقر علم رسول، وارث فضل و کمال انبیا دارد بقی. صادق آل محمد ناشر احکام حق، دین و دانش را رئیس و پیشوا دارد بقی. در نظر آید زمین بر چرخ سنگینی کند، بس که خاکش گوهرش سنگین بها دارد بقی. گرچه تاریک است در ظاهر ندارد یک چراغ، همچو ایوان نجف نور و صفا دارد بقی. رازها گوید به گوش شب در اینجا کهکشان، رمزها از خلقت ارض و سما دارد بقی. سایه ها نجوا کنان بر مدفن این چهار تن، کرده شب گیسو پریشان یا عزا دارد بقی. سر به دیوارش زند هر کس از اینجا بگذرد، سر به دیوارش زند هر کس از اینجا بگذرد. در سکوتش ناله ها و گریه ها دارد بقی. چار معصومند و دورند از حریم جدشان، شکوه ها از دشمنان مصطفی دارد بقی. می کند محکوم ظالم را به هر دور و زمان، گفته ها با زائران آشنا دارد بقی. بشنو از این قبرها بانگ انا المظلوم را، تا که مهدی باز آید این ندا دارد بقی. تا شود ثابت که نور حق نمی گردد خموش، گرچه ویران شد جلال کبریا دارد بقی. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.
خب بینندگان عزیز و محترم، در خدمت شما عزیزان هستیم با ادامه برنامه خودتان، برنامه زنده روشناس تلویزیون جهانی هادی و با گفتگوی خودمان با کارشناس محترم خانم حسینی ادامه میدهیم و با موضوع اختلالات یادگیری کودکان که امروز خانم حسینی در مورد یک سندروم نسبتاً شایع در صحبت می‌کنیم. در خدمت شما. امروز سندروم ترنر رو می‌خوایم صحبت بکنیم. این هم یک ناهنجاری کروموزومی است. یعنی طفل خصوصاً بیشتر مخصوص زنان است. یعنی طفل مؤنث مبتلا میشه که از هر یک نفرش از 2000 تا 2500 نفر رقم زدن که میتونه مبتلا شود یک نفرشان. و ایست که یک دانه کروموزوم ایکس که دو دانه باید دریافت بکنه، یک دانه دریافت میکنه و او یکی دیگهش هم ناقص است. به خاطر همین دوچار میشه به سندروم ترنر یا دیس ژنی گنادی که نام دیگهش رو میگم. و علائمش چه رقم است؟ از بد و تولد، از همون موقعی که نوزاد است تا نوجوانی و حتی بزرگسالی بسیار نمود داره و نشان میده خود. از بد و تولد دست و پاهایشون متورم است یا بسیار میگه این طفل باد کده است، بسیار چاق است، قد بسیار کوتاه دارن، از لحاظ رشدی بسیار دچار ضعف هستن، بسیار قدای خیلی ریزه دارن، خیلی فربه و چاق هستن، مشکلات پزشکی و قلبی بسیار زیادی دارن، قلبشون مشکل است، حتی در سینی جنینی که ممکنه 98% این سندروم ها به سقط مبدل میشه و اونهایی که متولد میشن با مشکلات پزشکی بسیاری روبروست. در صورت عادی میتونن یک زندگی سالمی داشته باشه در صورت که تحت نظارت پزشکی باشه. یعنی بسیار مراقبت نیاز داره. میشه گفت که بسیار شایع است وقتی که از هر 2500 فردی که پیدا میشه یک نفرش با این سندروم باشه و 98% هم سقط شوند. بله. پس یعنی تعداد افرادی که مبتلا میشن بسیار بسیار زیاد است. بسیار بسیار دیگه. بعد از سندروم داون این بسیار شایع است، این سندروم ترنر متاسفانه. و این که گوش هاشون بسیار مشکل داره از لحاظ شنوایی که به مرور که این طفل کلان میشه میتونه شنوایی خود از دست بده و چشم هاشون هم بسیار نامنظم قرار داره که حتی ضعف بینایی بسیار شدید داره که این هم در دوران طفولیت تا نوجوانی و بزرگسالی که برسه ممکنه اگر رسیدگی پزشکی نشه چشمایشون هم نابینا شوه متاسفانه. یعنی برخی اصلا میگن که مثلا ما دختر ما تا نوجوانی بیناست و بعد از اون مثلا بعد از اون کور میشه، ممکنه یک علتاش ای باشه. و احتمال داره خانم حسینی که یک فرد مثلا ما در نوزادی متوجه نشویم باز در کلانتر شد معلوم شود که این سندروم داره؟ بسیار نادر و کم است. بسیار نادر است. گفتیم از یک سری ویژگی های ظاهری که این اطفال داره متوجه میشه. به خاطر همین والدین بسیار باید آگاه باشه که این ویژگی ها را ببینه و از لحاظ پزشکی اقدام بکنه. متاسفانه هیچ درمانی برای این معضل وجود نداره. به خاطر هم فقط رسیدگی پزشکی است که والدین باید در صدد باشه که از لحاظ پزشکی رسیدگی بکنه، چون قلب اینها بسیار مشکل داره، نارسای قلبی داره، کلیه های اینها بسیار مشکلات کلیوی داره و ای که حتی میگن کلیه هاشون بد شکل و در موقعیت مناسب جایگاه خود قرار نداره، به خاطر همین بسیار دچار مشکل میشه و دستگاه ادراریشون هم همیشه دچار مشکل هست. و خلاصه ای که از لحاظ پزشکی یک خانواده و یک جامعه نیازمند یک هزینه اقتصادی بالاست. خانم زینی شما فرمودید که دختر خانم ها گرفتار این موزل میشن، پس این یک سندروم کاملا دخترانه میشه؟ دخترانه میشه گفت. کاملا سندروم دختران است که متاسفانه ارسیست دیگه، یک نوع ژنتیکیست که از این طریق این فرد مبتلا میشه. فشار خونشان هم بسیار بالاست، عفونت های بدن ای افراد بسیار بالاست و ای که انحنای ستون فقراتشون بسیار دچار مشکل میشه، رشدشون هم که بسیار کند است متاسفانه. آیا تشخیصی بنا؟ یعنی قدشون نسبت به قد همسالان خودشون بسیار کوتاه تر است.
بسیار شاید در جامعه ما شاهد باشیم و اصلا ما اول نوزادی مشخص است، یعنی که مثلا در یک زمان خاص که میرسه، در یک زمان خاص که میرسه قدش خب در ابتدا که یک طفل است شاید مشخص نباشه، به خاطر همین حالا از چشمایش یا از صورتش که خیلی نمایان نیست، از این طریق والدین متوجه بشه که طفل ما سندروم ترنر داره، میتونه از طریق اقدامات پزشکی برای قدش هم یک چاره بیاندیشه. که او را باز عرض میکنیم که هورمون رشد میتونه تزریق بکنه که او هم سن خاصی داره. یعنی والدین اگر متوجه شد که طفل ما دچار سندروم ترنر هست، خب حداقل برای قدش میتونه یک کار مفید انجام بده که تزریق هورمون رشد که هم بین سن 10 تا 12 ساله، اگر از 12 سال رد بشه دیگه جوابگو نیست. پس بحث ما خانم حسینی تا در اینجایی که سندروم ترنر یک سندروم دخترانه است و علائمی داره که میتونه که فرد را گرفتار بکنه، تاثیر برای یادگیری اطفال هم بله. داره. ممکنه خیلی کم ای افراد از لحاظ هوشی عادی است، یعنی بسیار نادر است که یک انسان عادی است، هوشش عادی است، آموزشش عادی است، اما اکثریتشون عقب مانده ذهنی هم هستن. پس همشون در یک طفل قرار نمیگیره. دیگه این بستگی به او طفل و شانسش داره که میتونه عقب مانده ذهنی باشه یا نباشه، بلکه به او شدتش بستگی داره و هیچ دلیل خاصی هم برش ذکر نشده متاسفانه که علت چیسته که بفهمن که چرا ادهشون بسیار سالم است، زندگی سالم و شاد، آموزش را فرا میگیره اگر از لحاظ پزشکی رسیدگی شود، قلبشون چک شود، کلیه هاشون بررسی شود، هر ماه و آزمایشات ببینن، مشکلی نداره و بسیار یک زندگی سالم و پرباری را خواهند داشت. این خانم حسینی بنابراین احتمال داره که یک طفل سندروم ترنر داشته باشه ولی علائمش بسیار خفیف باشه، پدر مادر متوجه نشوند، متوجه نمیشن مگرم که از قدشون گفتیم اگر چون که هوششون عادی است، آموزششون عادی است و از این طریق نمیفهمن، مگرم که به مرور بگه طفل ما چرا قدش کوتاه‌تر است نسبت دیگران، چرا چاق‌تر است، یا حتی گفتیم علائم ظاهریش مثل گوشایش، گوشای عادی نیست، خیلی ریزه‌تر از بقیه. خب والدین تیزبین خب میفهمه که این طفل ما یک کوچولو یا یک بسیار خرد فرق داره، پس شاید به اون نتیجه برسه که بررسی بشه و با کسایی که اهلشان هستن، تخصصشون دارن، مشورت بشه. شما فرمودید که علت سندروم ترنر مشخص نیست، که به چه دلیل اولادها کروموزومی است؟ علت اصلیش کروموزومی است، یعنی همین کروموزوم ایکس که باید دریافت بکنه، دو تا کروموزوم ایکس دریافت بکنه، یک کروموزوم ایکس علتی که مسئله رخ میده چیست؟ هیچ علت خاصی نداره، یعنی غیر از اینکه ژنتیکی است و ارثی. یعنی اگر در یک خانواده چنین مسئله باشه، احتمالی که احتمال ای که باشه وجود داره، ممکنم نباشه، هیچ سندروم ترنر و سندروم داونی نباشه، منتها این جنین نتونه او کروموزوم دریافت بکنه، دو تا کروموزوم ایکس دریافت بکنه نمیتونه. این در واقع میشه گفت که علت کاملا ناشناخته داره، ناشناخته است، نتونسته تشخیص بده، فقط علتش گفته که ژنتیک و کروموزوم است و برای تشخیصش هم از طریق آزمایش خوشبختانه میتونه بفهمه. گفتیم اگر تبدیل به سقم نشه و آزمایشات صورت بگیره که از طریق آزمایش خون، از طریق سونوگرافی میتونه بفهمه. درست است خانم حسینی، اگر اجازه بدین یک میان برنامه رو ببینیم، باز در مورد راه های تشخیص این مسئله بیشتر صحبت میکنیم. بینندگان عزیز و محترم، شماره تماس مثبت 964-780-255-4313 در اختیار شماست و اگر شما در اطراف خود طفلی دارید که فکر میکنید که ممکنه که مشکوک به این مورد باشه و اگر سوالی از کارشناس محترم دارید، همین الان هم میتونید که با ما در تماس شوید.
بینندگان عزیز و محترم، همچنان برنامه خودتان، برنامه زنده روشنان از تلویزیون جهانی هادی نگاه میکنید و ما همچنان گفتگو میکنیم با کارشناس محترم برنامه، خانم حسینی، روانشناس بالینی، با موضوع سندروم ترنر. خانم حسینی، شما سندروم ترنر که یک سندروم دختران است را تعریف کردید، نام بردید و علائم را بیان کردید. چی گونه افراد به عنوان والدین بتونن تشخیص بدن که ممکنه اولاد اینها، دختر اینها، طفل اینها مبتلا به سندروم باشن؟ خوشبختانه تشخیصش در دوران بارداری و قبل از تولد از طریق آزمایشات قابل تشخیص است. از طریق آزمایشات میفهمن، آزمایشات خون، بعد اکو، از طریقی که بررسی میشه قلب جنین که قلبش در چه وضعیت قرار داره، بعد سونوگرافی کلیه ها، بررسی میشه که کلیه هاش در جای مناسب بدن قرار داره و دچار عوارض و نقص نیست، معاینه لگن طفل و ام آر آی یا قفسه سینه. از این طریق میتونن تشخیص بدن که جنین دارای این مشکلات هست یا نه. از این طریق تشخیص داده میشه. درست است. خانم حسینی، اگر به هر دلیلی خانواده در حین اینکه طفل ما کوچک است، نوزاد است، نتونستن تشخیص بدن، بالاخره نوزاد بزرگتر شد و عالی گرفتار مشکلاتی است، در اختلالاتی است، در یادگیری خود مشکل داره، خب یک مسئله مهم برای مادرها و پدرها امروز است که یک کمک بکنن طفل ما به یک حدی از یادگیری علوم مختلف به ویژه اجتماعی برسه، بتونه در این دنیا یک زندگی نسبتا عادی داشته باشه. چه راهکارهای درمانی وجود داره؟ آیا اولا برای مسائل و مشکلات جسمی که ایجاد میشه راهکار وجود داره درمان، و دوما چه راهکارهایی وجود داره برای که برای یادگیری اطفال با ما به عنوان پدر مادر یا معلم و اساتید کمک بکنن که طفل کمک بکنن که یک زندگی عادی داشته باشه؟ متاسفانه هیچ درمانی برای ای که سندروم ترنر خوب شوه و ما یک طفل عادی داشته باشیم وجود ندارد، اما رسیدگی و خصوصا رسیدگی پزشکی بسیار مهم است. یعنی طفل باید هر با معاینه پزشکی شوه، مثل معاینه چشم. چرا؟ چون که چشمشون به مرور در معرض بینایی قرار داره، نابینایی قرار داره که متاسفانه باید بررسی شوه که نیاز به عینک دارن، نیاز و داروی خاصی داره که بینایی خود ده به مرور از دست نده، و ای که گفتیم بررسی شوه قلبش. چرا؟ چون که نقایص قلبی داره، اکوی لازم هست، داروی خاص قلب لازم است. اگر به موقع داده شوه و تحت درمان یک پزشک و متخصص قلب قرار بگیره، خب طول عمرش افزایش پیدا میکنه، همچنین کلیه هایش. و ای که آزمایش ماهیانه ای طفل داده شوه به خاطر که دچار کمخونی نشوه، به خاطر که عوارض دیگه شامل حال ای کودک نشوه، اگر از لحاظ پزشکی بسیار رسیدگی شود، طول ای عمر اطفال افزایش پیدا میکنه. و حال ما وقتی یک طفلی از لحاظ جسمی او سلامتی خود به دست آورده و تحت درمان میشه، خب میمانه از لحاظ رفتاری. این اطفال هم مانند همه اطفال نیازمند محبت، عشق، نوازش و احترام است. به هر حال یک انسان است با یک ویژگی خاصی که در این دنیا آمده. پس وظیفه مای والدین، مربیان و کسانی که با این طفل سر و کار داریم، اول همو حفظ کرامت و عزت نفس است که ما توصیه میکنیم همیشه اگر طفلی از عزت نفس خوب برخوردار شوه، یعنی دوست داشته شوه، احترام گذاشته شوه، خواهی امیدش به زندگی بالا میره و آرامش و امنیت خاطر پیدا میکنه. و ای که نقص و عیب او را ما سرانگشت نکنیم و نگیم که تو بیمار هستی، تو مشکل داری، تو فلان هستی. خب سنی، شما همیشه در برنامه ها یک نکته بسیار بسیار مهم اشاره میکنید که اول از همه پدر و مادر خودشان باید با این مسئله کنار بیان و بپذیرند که چنین مسئله هست. متاسفانه در یک کشور سنتی مثل کشور افغانستان که وقتی اولاد دار میشن، خانواده اگر اولاد بچه باشه خب همه بسیار خوش میشن، اما اگر دختر باشه معمولا میگن که خب دلدغ نباشین، خدا رو شکر که سالم و سلامت است. اگر دختر
بیمار هم باشه که دیگه مصیبتی دیگه است که خانواده احساس میکنن. اگر خانم جوان باشه بازو چقدر از لحاظ روحی برش سخته، یا بزرگترهای فامیل ممکنه خدای نکرده یک رفتار نادرست نشان بدن، حمایت لازمه را از این مادر و پدر انجام ندن، به ویژه مادر چقدر تحت فشار روانی ممکنه باشه. باز همه اینها باعث میشه که در نهایت توجه ها به سمت ایست که تو مشکل داری، تو مثلا اگر که شما فرمودید که مثلا چاق میشه، اگر که فربه باشه چاق باشه و بدنش را سوز کنه باد کده است، بود یک رقم نگاه کنه که راه رفتنش بد معلوم میشه، دشان دیگه افراد نشستنش بد معلوم میشه، گپ زدنش بد معلوم میشه. چقدر سخت است برای خانواده بکنار، برای خود طفل سخت است. متاسفانه وجود دارد و نمیتونیم اینو انکار بکنیم و بگیم وجود ندارد. وجود دارد و خصوصا در جامعه ما بیشتر. اما من میگم اگر خود والدین به او رشد اجتماعی و هویتی خودشان رسیده باشه، من میگم اگر والدین ما خود باور باشه، والدین ما آگاه باشه، اندیشمند باشه، نه ای که تحصیلات عالیه داشته باشه، من میگم مطالعه داشته باشه در زمینه انسانی، به هر حال آفریده خداست و ای که یک چیز طبیعی است که اگر یک طفلی با یک ناهنجاری متولد میشه، یأس، ناامیدی، افسردگی، سرزنش خود، شاید بگم من با کدامین گناه به این معضل دچار شدم. گپ زده میتونن خانم؟ بله گپ زده میتونن، گاهی هم مشکل کام دارن، مشکل کام و فک دارن که او هم فقط از طریق پزشکی گفتیم این پزشکی بسیار تاکید میشه که متاسفانه اگر این نادیده گرفته شود، طفل ما روز به روز غمگین تر، افسرده تر و طول عمر کوتاه تری خواهند داشت. هرچند که گفته طول عمرشان، فقط من میگم که شاید علم نتونسته بگه که چند سال میتونن زندگی کنه، ولی گفتن عمر بسیار کوتاهی داره. ولی من میگم اگر او مهر و محبت باشه، او امنیت خاطر باشه برای طفل و حمایت های پزشکیش باشه که هزینه داره، طول عمر یه اطفال هم افزایش پیدا میکنه. و حتی ما سندروم ترنر های بزرگ سالی داریم که بسیار خوب رشد کردن، بسیار موفق هستن، انسان هایی که به نفع خودشون و جامعه کارهای خیلی مفیدی انجام میدن اگر سرنوشت اینها رو ببینیم. منتها نیاز به یک رسیدگی و یک تیمی که هم جامعه امکاناتی را فراهم بکنه و هم والدین، گفتیم اگر به او خود باوری داشته باشه و او قدرت پذیرش داشته باشه، طفل خود با آغوش باز و مهربانی میپذیره، به هر حال او هم یک انسان است از این مدلش که باید احترام گذاشته شوه و مهارت‌های زندگی را برای طفل خود آموزش بده. دیگه شرم نکنه از این طفلی که خود طفل ما یک رقم دیگه است. اکثر والدین شاید در مهمانی ها، در قوم گشتی ها نبرند، در مجالس نبرند، از آموزش محروم بکنن که اگر آموزش های خاص و استثنائی او که بستگی به دولت ها داره امکانش باشه، من میگم اگرم نباشه والدین خودش وظیفه داره که آموزش اولی ابتداری برای طفل خود بدن. حتی من میگم اگر امکانات ای که مکاتبی وجود نداره و شاید مکتب عادی از پذیرش اطفال خودداری بکنه، خود والدین این وظیفه آموزش بر عهده داره که خودشون برای آموزش بده و یا یک معلم خصوصی برای اطفال بگیره. چرا که اطفال آموزش پذیره. غیر از اگر این امکان و کم اهمیتی رو برای اطفال وارد میکنن، میتونن مهارت اجتماعی برای اطفال یاد بدن. بله. به هر حال این افراد باید توانمند شود، باید بتونه خودشون او زندگی نیمه استقلال و نیمه مستقل داشته باشه که بتونه روی پای خودشون بیسته، بتونه کسب درآمد داشته باشه، شغلی در حد توان و توانمندی خودشون داشته باشه. خصوصا که دختر هستن، این زنان ما، دختران ما هنرمندن و گلدوزی های بسیار شکیلی دارن، کارهای هنری دارن. خب مادرها میتونن این ذوق هنری را برای اطفال هدیه بدن و برای اینو آموزش بذارن. چقدر به نکته خوب خانم حسینی شما اشاره کردید که
هر چقدر هم خوب جامعه بگه که خانم ها نیاز به کار ندارن، نباید کار کنن فلان اینها، خب این دختر خانم ها با این شرایط خب احتمال ازدواج کردن بسیار کم است. و تا کی میخوای که پدر یا مادر یا یک نفر بس بالای سر اینها باشه، شاید که قسمت اینها باشه و اینها مثلا یتیم شون یا کسی نباشه. بالاخره باید هنری داشته باشن بتونن خرج خودشون رو از یک راه مشروع، از یک راه درست و پسندیده در بیارن. بله. و اما ما بسیار تشکر میکنم از شما خانم حسین، نکات بسیار دقیق است. حقیقتا ما به عنوان انسان ها، ما و شما و دیگه افراد، وقتی که حرف از کرامت انسانی میزنیم و حرف از عزت انسان میزنیم، حرف ها شعارگونه نباید باشه. چه دولت اسلامی، اگر خود دولت اسلامی میدانه، باید سعی کنه که عزت انسان ها رو حفظ کنه. و چه ما به عنوان افراد عادی، پدرها و مادرها، اگر معتقد به اسلام هستیم اینو کات رعایت بکنیم. اگر اولادی داریم، طفلی داریم، اگر در اطرافمان، فامیلمان کسی پیدا میشه این ویژگی ها را داره، ما باید هوشیار باشیم و اینو کات رعایت بکنیم و کرامت اونها رو و عزت اونها رو خدشه‌دار نکنیم. خدای نکردم. بسیار تشکر از شما خانم حسین. در حد 30 ثانیه اگر یک خداحافظی با بینندگان عزیز دارید که در خدمت شما هست. انشاءالله که آرزو میکنیم که برای تمام اطفال که محیطی امن سالم از لحاظ بهداشت روانی و پزشکی انشاءالله توسط خانواده و دولت ها فراهم شود و خصوصا در حق زنان اشحاف هایی که در طول تاریخ روا شده متاسفانه نباشه و این سیاست ها من میگم که باید از ذهنیت ها خارج شود و تبدیل به عمل شود و یک بستر مناسب برای دختران ما فراهم شود از لحاظ آموزش، تحصیل، شغل، کار و درآمد، چرا که اونها هم انسان هستند و نیمی از پیکره یک جامعه است. و همیشه تاکیدم ایست که اگر ما میخواییم که ستون یک خانواده پایدار باشه و بنیاد او خانواده هر روز سربلندتر شود و او جامعه بر روش برسه، مدیون مادران و زنانی هستیم که در او خانه است. درست است. انشاءالله که قدر دانسته شود و یک جامعه رو بر روش و موفقیت داشته باشیم. انشاءالله. بسیار تشکر از شما خانم حسینی عزیز و همچنان بسیار تشکر از شما بینندگان عزیز و محترم که تا این لحظه برنامه خودتان، برنامه روشن را دنبال کردید. فراموش نکنید مثبت 964-780-255 جهل 13 را شماره تماسی است که همیشه در اختیار شماست، 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته. و شما اگر کدام سوال، انتقاد و یا پیشنهاد در مورد موضوعات مختلفی که در برنامه مطرح میشه دارید، حتما از طریق واتساپ و تلگرام با ما در ارتباط شوید و نظرات خودتان رو روان بکنید. با همراهی کارشناس محترم از حضور شما عزیزان مرخص میشویم. عزیزان و بزرگواران در پناه خداوند مهربان باشید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. وعجل فرجهم.